101 در دو هفته مانده به کنکور 1401 شهاب الدین یخچالیان هستم، مشاور و کوچ تحصیلی. امیدوارم جلسه بسیار بسیار خوبی رو با هم داشته باشیم و اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو با هم رقم بزنیم. اگر تا پایان این جلسه همراه من باشی، چه شاگرد من هستی چه شاگرد من نیستی، بهت قول میدم اتفاقات بسیار بسیار خوبی امروز رخ خواهد داد و چراغ راهی میشه برای دو هفته آیندت که متاسفانه خیلی از داوطلبین کنکور در دو هفته آخر به این علت که نمیدونن چی بخونن، چه جوری بخونن، چقدر بخونن، چقدر زمان بذارن، با چه برنامه‌ای پیش برن، دو هفته آخر رو تلف میکنن. امروز متدهای مختلف برنامه که ما در دو هفته آینده چی بخونیم، چه جوری بخونیم، چقدر بخونیم، چه سبکی جلو بریم رو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. دوست دارم دقیق توجه بکنی که انشالله بتونیم به نتیجه بسیار بسیار خوبی با هم دیگه امروز برسیم. کاغذ و قلم همراهت باش، از پدر و مادر عزیز دعوت کن که در کنارت باشن، که اگر نیاز به پیگیری و حمایت خانواده داری در این دو هفته، بدونن که به چه سبکی پیش بری و حرکت بکنی، سبک ایدئال تریه. خب ما در واقع از فردا رو بخوایم در نظر بگیریم، دوستان توجه بفرمایید، خیلی دقیق دقت بکنید، من سبکای مختلف رو با هم جلو ببریم تا شما هم توجه داشته باشید و اون اتفاق خوبه رو انشالله با هم دیگه رقم بزنیم. خوب دقت کن، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه رو داریم. از این سمت میام دوباره شنبه. این برای دو هفته پایانیه که من در درس‌های مختلف میخوام راهنماییت بکنم که چی کار بکنی در این دو هفته. از دیدگاه مشاور تو میتونی نتیجه بهتری رو بس عمل کرده خودت بگیری. دو هفته دیگه عملا همه چی انشاءالله تو این ساعت ختمه به خیر شده و به بهترین اتفاق رسیدی با تلاش مضاعف در این دو هفته. دیگه هر چی داری باید تو این دو هفته بذاری، هر قدمی میخوای برداری باید در این دو هفته داشته باشی. دوستان توجه بفرمایید، ما در روز پنجشنبه که بچه های ریاضیمون میرن سر جلسه کنکور و حالا رشته های دیگه، جمعه هم که تجربیامون میرن سر جلسه. خوب دقت بکنید، ما پنجشنبهمون، خوب دقت بکنید، تحلیل کنکورهای 1401 خواهد بود. یعنی عملا شما برای پنجشنبه آخر بچه های رشته تجربی برنامه رو در نظر نگیرید که چی بخوام بخونم، جدا از اون حفظیات هایی که ممکنه یادت بره، مثلا لغت ادبیات ممکنه یادت بره، مثلا زیستو میخوای یه دور دیگه دوره بکنی. البته اینم بگم بچه های تجربی، من دارم از آخر برنامه رو میسم، یا اول بچه های تجربی روز پنجشنبه مناسب ترین کار چیه؟ مناسب ترین کار اینه که اولا صبح خیلی زود بیدار بشی روز پنجشنبه رو. به چه علت؟ به این علت صبح خیلی زود بیدار بشی که آخر شبش خوب بخوابی، یعنی پنجشنبه شبش رو خوب بخوابی. خوب دقت کن، شما پنجشنبه صبح تا ظهر چه کاری قرار انجام بدی؟ دوستان توجه بفرمایید، الان صدای من دارن بچه ها. دوستان توجه بفرمایید و خیلی دقیق لطفا دقت بکنید به این قسمت. ما پنجشنبه صبح تا ظهر موظفیم کل زیست 10-11-12 رو یه دور بخونیم، کل زیست 10-11-12 رو یه دور بخونیم، بتونیم واژه های ادبیات، واژه های زبان انگلیسی، واژه های عربی، حفظیات، حفظیات شیمی، فرمول های فیزیک، فرمول های ریاضی. سلام، اوکی الان دیگه اوکی شد دیگه؟ آها، دمت گرم، مرسی. همه اینها باید اوکی بشه 100%. این برای صبح تا ظهر پنجشنبه مونه. پس خوب دقت کن لطفاً، چه بچه های مشاوره حضوری تهران، اصفهان، قزوین، چه بچه های مشاوره آنلاین،
بچه‌های پروفشنال، بچه‌های اسمارت، بچه‌های وی آی پی، بچه‌های خصوصی مرکز، همه داوطلبین، برنامه همینه. اگر حتی بچه حضوری یا بچه آنلاین ممکنه یا آبه با برنامه تا دوشنبه دادی، تا سه شنبه دادی، الان دقت کن، میتونی طبق سبکای مختلفی که امروز میخوام راجع به برنامه باید صحبت کنم، میتونی طبق این سبکا اینو پیش ببری. پس خوب دقت کن چند مدل برنامه میخوام امروز بچینم که یکی از مدل‌هاش مدل اوله. خوب دقت کن اینجا رو، خوب توجه کن اینجا رو. ببین شما روز چهارشنبه من از چه درسی شروع بکنم؟ از درس دین و زندگی شروع میکنم. خوب دقت کن اینجا بنویسم برنامه دینی. خوب دقت کن، دین و زندگی که مشترک هر سه رشته باشه، یکی از درسایی که مطالعهش عملا در دو هفته آخر خیلی حیاتیه، خیلی حیاتیه تو دو هفته آخر، چون خوب میتونی بکشیش بالا. خوب دقت کن اینجا رو، چهارشنبه ما دینی 12 رو داریم، 11 رو داریم و 10 رو داریم. خوب دقت کن، چهارشنبه 12 رو داریم، 11 رو داریم و 10 رو داریم. یعنی شما عملا تو روز چهارشنبه باید هم 10 هم 11 هم 12 دوره بکنی، چرا؟ هر رشته‌ای که هستی. خوب دقت کن اینجا رو، من روز سه شنبه، خوب توجه کن اینجا رو، سه شنبه دینی 12 رو دارم، 11 رو دارم و 10 رو دارم. نگاه کن اینجا رو، این بار اول سه تا با هم، این بار دوم، یعنی عملا من از درسی شروع کردم که شما در دو هفته پایانی قابلیت اینو داری که تا بیشتری سطح ممکن دین و زندگی رو بالا ببری. یه ذره اگه دوربین عقب ببری فکر کنم بهتر بشه. پس نگاه کن، یک دور شما باید سه شنبه کل دین و زندگی رو بخونی، یعنی هم دهم، هم یازدهم و هم دوازدهم. یک دور هم باید چهارشنبه بخونی. حالا زمانش چقدر باشه این دیگه دست خودته، ولی ماکسیمم زمان ممکن، خوب دقت کن، ماکسیمم زمان ممکن تو این روزا من این گوشش می‌نویسم، ماکسیمم زمانش باید 3 ساعت باشه. این ماکسیمم ماکسیممشه، یعنی بیشتر از 3 ساعت نباید بشه. حالا نگاه کن اینجا رو، اینجا دینی 12 رو داری، اینجا دینی 11 رو داری، اینجا دینی 10 رو داری. خوب دقت کن، پس 12 11 10 باید اینجا دوره بشه. تمام بچه‌هایی که من بهشون برنامه دادم یا برنامه ندادم میتونی تو پی وی به من بگی آقا من تصمیم گرفتم اینو پیش ببرم. آنلاین ها تو پی وی بگن، حضوری هم نیاز به گفتن نیست، من خیالم راحت تره تازه اینو بتونی پیش ببری. پس بچه‌ها توجه کنید، هفته آخر همه داوطلبین ما چه حضوری چه آنلاین باید این برنامه رو پیش ببرن. شنبه دینی 10، یک شنبه دینی 11، دو شنبه دینی 12، سه شنبه 10 و 11 12 بار اول، چهار شنبه 10 و 11 12 بار دوم. حتی بچهای اردوی مرگ چه حضوری چه آنلاین، ببین کل هر کس که اصلا منو میشناسه و به برنامه من عمل میکنه، این برنامه هفته آخرش برای دین و زندگی دقیقاً یه چنین برنامه‌ایه. شنبه 10 میخونه، یک شنبه 11 میخونه، دو شنبه 12، سه شنبه 10 11 12 بار اول، چهار شنبه 10 11 12 بار دوم، حالا پنج شنبه. آیا من سوالات دین و زندگی کنکورهایی که برگزار میشه پنج شنبه رو ببینم؟ بله حتما ببین، ولی حل نکن. استادت مثلا آقای فکری یا آقای فروغی نیا حل کردن، تو فقط از رو حلشون نگاه کن، خودتو در مواجهه با حل تست روز پنج شنبه قرار نده. شما خیلی از نکاتی که تو دین و زندگی کنکورهای پنجشنبه برگزار میشه تو جمعه خواهی دید. آقا آزمون آیا بزنم؟ در این هفته شما مثلا دهم رو میخوای بخونی، میتونی نکات دفتر تحلیل آزمون دهمت هم تو روز شنبه مطالعه بکنی. تو روز یک شنبه شما نکات دین و زندگی 11 که تو دفتر تحلیل آزمونته میتونی مطالعه بکنی. تو روز دوشنبه هم همینطور. من بهت قول میدم حتی اگه دینیت هم پایین باشه، تو این هفته پایانی میتونی یه جهش خوب داشته باشی. آقا اگر دینی من ضعیفه، اوضاعم خرابه، آیا همایش کمکم میکنه؟ آره، همایش دین و زندگی تو این قسمت میتونه کمکت بکنه، میتونه کمکت بکنه که تو بتونی دینی رو به یه حد مطلوب و خوبی برسونی. پس این شد برنامه هفته آخر شما. خوب دقت کن، خوب توجه کن، من هم اختیاریش رو نمیسم، الان بهت میگم چیکار باید بکنی. نگاه کن اینجا رو، آقا ما آزمون جامعه میخواییم بزنیم، چی بزنیم؟ خوب دقت کن، شما از شنبه تا سه شنبه این آزمون ها دلخواهه، اون دسته که اوضاعشون خوبه میتونن بزنن. نگاه کن اینجا رو، ما یه دونه اینجا قلمچی داریم، قلمچی 1401 جامعه، اینا دست خودته چینشش.
یه دونه سنجش 4401 رو داریم، گاج جامع 1401 رو داریم، گزینه 2 جامع 1401 رو داریم. دوباره اینا خوب دقت کنین چرا اینا جامع برگزار شده ازشون. شما اگر میرسی بعضیا ممکن امروز قلمچی داده باشن، بعضیا ممکن امروز سنجش داده باشن، مهم نیست که کدومشو دادی، مهم اینه که فردا اون یکی که نزدی رو بزنی. خوب دقت کن آقا، ما از یک شنبه به بعد، بچه ها توجه کنید، از یک شنبه به بعد آزمون زدن معنایی ندارد. یعنی شما اگر هم میخوای آزمونی بزنی، آخرین روزی که آزمون میزنی عملا باید چه روزی باشه؟ عملا باید شنبه باشه. پس ما دیگه مثلا آزمونی که جمعه برگزار میشه مثلا شنبه بزنیم، اونی که ثبت نام نکرده. ولی دیگه شما یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، این چهار روز فقط باید به مرور دفتر تحلیل آزمون، حل غلط نزدهات، حفظیاتت اختصاص پیدا بکنه. پس عملا از روز یک شنبه آزمون زدن معنایی ندارد. شما آخری آزمونی که میزنی باید شنبه باشه، نهایت اون آزمونی که جمعه برگزار میشه. حالا من توجه کن اینجا رو، این هفتم که مشخصه، یه دور اینجا دینی رو خوندم، یه دورم اینجا خوندم. حالا توجه کن اینجا رو، آقا من دین و زندگیم ضعیفه، چی کار میتونم بکنم؟ خوب دقت کن، اونی که دین و زندگی ضعیفه میتونه یه کاری بکنه، این دو روز دهم بخونه، این دو روز یازدهم بخونه، این دو روز دوازدهم بخونه، اینجا پایه ضعیفترش رو بخونه. پس نگاه کن، اونی که دین و زندگی ضعیفه دو روز دهم بخونه، دو روز یازدهم بخونه، دو روز دوازدهم بخونه، جمعه رم اختصاص بده به پایه ضعیفتر. این برای ضعیفترین داوطلب ممکنه که به این ضعیفترین داوطلب ممکن در دست نی توصیه میشه حتما در همایش سعی کنی شرکت کنی که بتونی یه اتفاق خوب برات رقم بخوره. حالا آقا ما دوباره داریم این هفته آخر، این پس یه دسته داوطلب، داوطلب ضعیف. پس داوطلب ضعیف ما تو هفته پایانی، تو دو هفته قبل پایانی این کار رو انجام ده. آقا هفته پایانی چه هفته پایانی، همه مشترکن. حالا داوطلب قوی تر میتونه یه کار دیگه بکنه، اینجا دهم رو دوره بکنه، اینجا یازدهم و اینجا دوازدهم، یعنی از چهار شنبه دوره پایانی دین و زندگیش رو آغاز بکنه. پس خوب دقت کن، داوطلب ضعیف دو روز ده، دو روز یازده، دو روز دوازده. جمعه بر اساس مطالعهش در این 6 روز تصمیم میگیره که کدوم پایه رو من ضعیف دارم، پایه ضعیفترش رو جمعه مطالعه میکنه. دوباره از شنبه یه دور هر روز 10 یازده دوازده. آقا این ماکسیموم زمانه دین و زندگی واسه هر روز چقدر؟ ماکسیمومش 3 ساعته، دیگه بیشتر از 3 ساعت نشه. دین و زندگی چرا از دینی برنامه رو شروع کردم؟ از جمله درسی که تو دو هفته آخر تو خیلی خوب میتونی ارتقاش بدی، خیلی خوب میتونی باعث پیشرفت خودت بشی. پس این برنامه و این روند برای دو هفته پایانی میتونه پاسخگو باشه. اون دسته‌ای که قدرترن دیگه ممکنه نیاز نباشه دو روز واسه هر کتاب وقت بذارن، یه روز برای هر کتاب وقت بذارن کافیه. اگر کلاس نکته و تست دین و زندگی رفتی، منبعت برای دوره های آخر فقط جزوه نکته و تستت باشه. اگر کلاس نرفتی، همون جزوه طی سال و همون منبع طی سالی که استفاده کردی، همون برات کاملا کفایت میکنه. چطور باز میکنی؟ پس دوستان توجه بفرمایید این موضوع رو، این کاریه که شما دوستان و داوطلبان از من باید انجام بدید. پس وظیفه من اینه که تو این دو هفته دین و زندگی رو خیلی خوب میتونم بکشم بالا. پس چه شاگرد حضوری هستی، چه شاگرد آنلاین هستی، تو طرح‌های مختلف، حتی اگه مثلا برنامه بدادم سه شنبه تموم میشه، تو میتونی از فردا صبح طبق همین برنامه رو جلو ببری و روند رو جلو ببری. من بهت قول میدم اگه این کارو بکنی، حداقل از اون چیزی که هستی درصد اگه خیلی بالاست 20% میکشی بالا، درصد اگه خیلی پایین تا 40-50% میتونی تو درس دین و زندگی تو دو هفته آخر خودتو ارتقا بدی و رشد بدی. این کاریه که شما باید انجام بدی. آیا تست بزنیم؟ نه دیگه، تو دو هفته آخر تست زدن تو دین و زندگی معنی نداره، مگر اینکه تو فقط همون تستایی که استاد در نکته و تست یا در همایش حل میکنه، فقط همونا رو روش کار بکنی. ولی سعی کن تو این دو هفته آخر، تو این مروری که گذاشتم، حتما نکات دفتر تحلیل آزمون، این آزمون‌های جامعه که ما با داوطلبین قوی از فروردین به در واقع تدریج شروع کردیم، تا حالا اون دسته که تو اردیبهشت خرداد آزمون جامعه زدن،
تمام نکاتی که تا الان تست زدی رو یک دور دیگه بتونی مرور داشته باشی. پس این پلن ماست، یعنی ما انتظار داریم داوطلبه قدرمون 4 تا آزمون جامعه، یا اگر نه میرسه مثلا 4 شنبه 5 شنبه جامعه میتونه آزمون جامعه بزنه. گفتیم آخرین آزمون جامعه که میزنیم کی باشه؟ شنبه باشه. میتونیم مؤسسات دیگه هم که در حال برگزاری هستن آزمونی که امسال برگزار شده، ببین ما از فردا فقط آزمون جامعه رو میزنیم که امسال در مؤسسات آزمون بگیر آزمون گرفته شده. این موضوع رو لطفاً شدیداً دقیقاً بهش توجه اکید داشته باش. پس این کاریه که ما باید در دین و زندگی انجام بدیم. خوب توجه کن اینجا رو، بریم سراغ درس بعدی. خوب دقت کن اینجا رو. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، دو هفته پایانی رو داریم برای درس زبان انگلیسی که مشترک تمام رشته هاست. من اول عمومی ها رو میگم بعد وارد اختصاصی ها میشم. داوطلبین عزیز توجه بفرمایید، شما در درس زبان هم حتما سوالات کنکورهای برگزار شده در روز پنجشنبه رو بررسی بکنید. آقا یه موضوعی ما نگاه کنیم ببینیم آقای دکتر کیاسالار، دکتر جابری و آقای قریشی چه مدلی حل میکنن. نشینم خودم حل بکنم. خوب گوش کن ها، نه استرس میگیری تو روز آخر نابودت میکنه ها. تو فقط حلا رو نگاه کن، مثلا تو گزینه های مختلف واژه های مختلف رو یه دور مرور کن تو روز آخر. پس شما عملا تو پنجشنبه آخر باید تا ساعت 12:01 مرورای آخر تا انجام بدی. از 12:01 که سوالا به تدریج میان شروع کنی بخونن. خیلی از بچه‌ها میگن آقا تو روزهای آخر استراحت نکنی. ببین برای تویی که در جمعه دو هفته مونده به کنکور داری حرفای منو گوش میکنی، تو آدم مبارز جنگجو پر استقامتی بودی تا مرحله آخر اومدی. تو استراحت واسه تو این دو هفته معنی نداره. فکر نکن دو سه روز آخر ریلکس کنی فکرت از کنکور میاد بیرون آرامش میگیری، نه اتفاقا بیشتر استرس میگیری. پس دیگه بعد ببین کنکور چرا واسه خود گنده کردی تو ذهن خودت. به خدا هیچی نیست، یعنی من مطمئنم جمعه دو هفته بعد همین موقع به خودت میگی این بود کنکوری که من انقدر ازش میترسیدم، این بود کنکوری که انقدر تو ذهن من بزرگ بود و عجیب غریب بود. پس چیز خاصی هم نبود. خب بریم برای درس زبان انگلیسی. خوب داوطلبین دقت بکنید، پنجشنبه بررسی کنکورهای 401 خواهد بود، یعنی رشته ریاضی که برگزار میشه و رشته های دیگر میتونیم پنجشنبه بررسی بکنیم. خوب دقت کن اینجا رو. چهارشنبه چی میشه؟ مرور واژگان. اینجا مرور گرامر، مرور واژگان، مرور گرامر. نگاه کن این مرور واژگان دور آخره، این مرور گرامر دور آخره، دور آخر ما قبل آخر، این دوتا آخر، این ما قبل آخر، اینم ما قبل آخر. خوب دقت کن اینجا واژگان به علاوه گرامر. آقا 6 روز آخر پلن مشخصه. نگاه کن شنبه رو اختصاص میدیم مرور واژگان و گرامر برای باری که تو دوره های نهایی قرار دادیم. این ماکزیموم 3 ساعت، این ماکزشه ها، یعنی بیشتر از این نشه ها. مرور گرامر اینجا داریم 2 ساعت ماکسیموم، ممکنه یه نفر قدر باشه نیم ساعته جمعش کنه زبانش خوب باشه. اینجا ماکسیموم 2 ساعت برای کسی که قدر هست. خوب دقت کن برای کسی که قدر هست ممکنه این زمان ها خیلی کم طول بکشه، ولی سعی کنه حتما این زمانه رو بهش اختصاص بدی. این 90 دقیقه ماکسیموم، اینجا هم 90 دقیقه ماکسیموم. پس کار ما تو هفته پایانی مشخص شد. بچه‌ها دقت کنید زمانهایی که می نویسم ماکسیموم شها. برای کسی که مثلا زبان داره تو آزمون 60-70 می زنه مسلما 3 ساعت زمان بسیار بسیار زیادی خواهد بود. برای فقط داوطلبین ضعیف،
برای فقط داوطلبین ضعیف شنبه رو اختصاص بدن به دهم، یک شنبه یازدهم، دو شنبه دوازدهم، دوباره سه شنبه دهم، چهار شنبه یازدهم، پنج شنبه دوازدهم، جمعه ضعیفترین. آقا این ضعیفترین از کجا؟ ده یازده دوازده؟ نه، یا گرامر یا واژگان. یعنی بعضی از داوطلبین تو واژگان ضعیف‌ترن، بعضی از داوطلبین تو گرامر ضعیف‌ترن. پس شما روز جمعه هفته آینده تو اختصاص میدی به چی؟ ببینید گرامر ضعیف‌تر یا واژگان. جمعه تو اختصاص بده به همون. عملا یه دور نگاه کن، داوطلب ضعیف دور یک، دور دو، دور سه، دور چهار، دور پنج. پنج دور کار کردی. داوطلبینی که زبان رو پایین میزنن همایش بهشون کمک میکنه؟ قطعا کمک خواهد کرد. ببین همایش انتخابش با خودته. ببین آیا تو این درس باعث این میشه یه جهش بکنی، یه جهش 20% 30% هم بکنی واسهت کفایت میکنه. ولی ضعیف ها همایش به کارشون قطعا 100% خواهد اومد. متوسط و قوی ها خودشون انتخاب بکنن بر اساس تجربه خودشون یا مشورت با استادشون. بچه های ضعیف حتما من توصیه میکنم تو زبان و دینی که الان تا اینجا صحبت کردیم قطعا و یقینا بهتون کمک بسیار خوبی خواهد کرد. آقا بچه های قوی آیا این هفته زبان بخونن یا نخونن؟ قوی ها میتونن در قالب همون آزمون های جامعه که میزنن، عملا هر یه آزمون جامعه که میزنن قوی ها متوسط ها 25 تا سوال دارن میزنن و کل گرامر رو در واقع واژگان و در ریدینگ و کلوسس واسه شون دوره میشه. پس قدرها همونطور که گفتم تو شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه میتونن آزمون جامعه بزنن. از شنبه مرور آخر رو شروع کنن. اونهایی که ضعف دارن، عملا کسی که ضعیف اوضاعش مناسب نیست، خیلی آزمون زدن الان تو این دو هفته بهش کمک نخواهد کرد. اون داوطلبی که ضعیف مثلا میخواد بره 15% بزنه، اون اگه یه مرور بکنه چه بسا بتونه 25% بزنه، ولی بشینه آزمون بزنه عملا داره الکی تو دو هفته آخر فقط حفظ میکنه و چه بسا استرس و استراب و نگرانیش هم بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. پس این موضوع رو دقت کن، چه شاگرد من هستی، چه شاگرد من نیستی، چه برنامه به تا امروز دادم مثلا واسه روزایاتی، چه ندادم، این توصیه منه. چون من نمیرسم فرد به فرد بخوام واسه شما شرح بدم که این کارو بکنیم بهتره. مسلما هفته آخر این کارو بکنیم واسه ایدئالتر و مناسبتره. حالا مثلا شنبه واژگان و گرامر زبانت خوبه، تمام نکاتی که تو دفتر تحلیل آزمونت غلط زده ها و نزده های آزمون های دیمرگت بوده، آزمون های کنکورت بوده، آزمون های آزمایشی مؤسسات بوده و زدی، میتونی نکاتش اینجا یه دور مرور داشته باشه. یک شنبه میبینی مرور گرامر. حالا مثلا مرور گرامر میگه من خیلی خفنم، فقط برو غلط زده نزدات نکاتی که مربوط به اونها هست رو بررسی کن. میره روز دوشنبه دوباره مرور واژگان، دوباره مرور گرامر. بچه ها از مرور کردن خسته نشید، کار تکراری مرور کردن و دوره کردن، ولی این کار تکراری تو دو هفته آخر بسیار بسیار جواب میده. ما هدفمونه داشته های شما در بالاترین لایه مغزیت قرار بگیره تو دو هفته آخر، داشته ها در بالاترین سطح قرار بگیره. پس دقت کن اینجا رو و این کارگاه ها اگه دوستات ندیدن حتما توصیه کن ببینن و تا آخر همراه من تو کارگاه باش، چون این مطالب رو من میخوام برای هر فرد دونه دونه توضیح بدم، یک ساعت و نیم هر فرد طول میکشه. پس یه دور دوره بکنیم با هم. اونایی که زبانشون در هر سطحی ضعیف، قوی، متوسط، هفته آخر همه همین کار رو انجام میدن. فقط فرق ضعیف با قوی چیه؟ قوی مثلا این 3 ساعت یه ساعته جمع میشه، برای ضعیف ماکسیموم 3 ساعت طول میکشه. تو هفته اول قوی فقط آزمون جامعه میزنه، مثلا یه دونه گزنه دو میزنه، یه گاج میزنه، یه دونه مثلا قلمچی میزنه، یه سنجش میزنه، یه دونه مدارس برتر میزنه، یه دونه هلی سنج میزنه. دانش آموز ضعیف نه، مرور میکنه. حالا ضعیف ممکنه فقط زبانش ضعیف باشه، درس دیگه‌اش قوی باشه، برای زبانش بیاد این کارو انجام بده. و اما درس بعدی، درس مشترک بعدی، درس عربی. خوب دقت کن اینجا رو. شنبه رو داریم، یک شنبه رو داریم، دو شنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. بچه‌ها توجه کنید، دوباره رشته‌هایی که در واقع
جمعه نشه تجربی که جمعه کنکورشه، روز پنجشنبه رو چیکار میکنه؟ روز پنجشنبه رو اختصاص میده به بررسی کنکورهای 1401. حالا توجه کن اینجا رو، حالا توجه کن اینجا رو. چهارشنبه شو اختصاص میده به ترجمه به علاوه قواعد. ترجمه به علاوه قواعد، خوب دقت کن. اینجا رو اختصاص میده به ترجمه، اینجا رو اختصاص میده به قواعد، ترجمه قواعد. ماکسیموم 2 ساعت، 90 دقیقه، 90 دقیقه، 60 دقیقه، 2 ساعت. اینا ماکسیموم بچه ها. یعنی ممکنه یه نفر عربیش قدر باشه، نیازی به این زمان نداشته باشه، تو زمان کمتر هم بتونه جمعش بکنه. آیا در هفته آخر من آزمون بزنم؟ مهم اینه نکات جزوت و چه جزوه نکته و تست، چه جزوه همایش، چه جزوه تست، همه رو هفته آخر مرور داشته باشی. ببین بار اول قواعدت بعد 2 ساعت طول بکشه، بار دوم بعد 90 دقیقه طول بکشه، ترجمه بار اول 90 دقیقه، بار دوم 60 دقیقه. تو روز چهارشنبه ترجمه و قواعد بعد 2 ساعت طول بکشه. پس تو این زمان رو بعد اختصاص بدی که تمام مطالب قشنگ جلوی مغزت باشه، نرفته باشه اون پایین گم و گور شده باشه. یعنی اینا رو مدام هم بزنی بالا بیاری. آقا تو این هفته چی؟ آقا تو این هفته چی؟ برای داوطلبی که ضعیفه توی این هفته میتونه روزی ماکسیموم 1 ساعت و 45 دقیقه اختصاص بده به عربی بابت داوطلب ضعیف. آقا داوطلب قوی چی کار بکنه؟ داوطلب قوی و متوسط میتونه توی یک هفته کلشو آزمون بزنه. مثلا یه روز داره قلمچی میزنه. آقا میتونه در واقع اگه عربیشو میخواد خیلی بالا ببره کنکورهای رشته های دیگر هم بزنه. آره ما در کنکور 1400 رشته ریاضی داشتیم، رشته تجربی داشتیم، رشته هنر داشتیم، رشته انسانی داشتیم، زبان داشتیم و کنکور خارج کشور رو داشتیم. مجموعا چند تا کنکور؟ 6 تا کنکور. یعنی 6 مجموعه عربی هم شما داری از کنکورهایی که فقط سال گذشته برگزار شده. میتونی تو این هفته هر روز یه دونش هم بزنی. ولی خیلی برام مهمه که حتما نکات، ببین از آزمون جدید مهمتر زدن در 2 هفته پایانی حل مکرر غلط زده ها و نزده هایی که تا الان زدی. یعنی به جای اینکه محصول جدید بکاری، لطفا برو اون قبلی ها که کاشی رو برداشت کن. لطفاً برو اون قبلیایی که کاشی رو برداشت کن. اگر برات اتفاق مهمه، اگر برات نتیجه مهمه، اگر همه چیز برات اهمیت داره، این حرکت رو من دوست دارم بزنی و دقیق بهش توجه بکنی. خوب دقت کن، دقیق برات میخوام وقت گذاشته بشه. پس داوطلبی که قدره تو این هفته میتونه هر روز آزمون جامعه بزنه. اگر نه عربی رو میخواد روی سرمایه گذاری کنه، میتونه مثلا داره گاج جامعه که امروز مثلا برگزار شده میزنه، گزندوی که جامعه که برگزار شده داره میزنه، کنارش هم یه دونه از این کنکورهایی که در سال گذشته 1400 برگزار شده، یه دونه از این کنکورها رو بزنه. پس اینو لطفا توجه کن و حتما لایو هایی که من تو این 2 هفته آینده واسهتون میذارم، به شدت به این لایو ها توجه کن و به شدت و به دقت این لایو هایی که برگزار میکنم برات ببین، که میتونه واسهت بسیار بسیار راهگشا، انگیزه بخش، ضد استرس باشه. پس این کاریه که شما بعد 2 هفته پایانی برای درس عربیت انجام بدی. و اما بریم سراغ درس ادبیات. خوب دقت کن ادبیات. آقا ادبیات من 2 هفته پایانی چیکار کنم؟ خوب دقت کن ادبیات بچه ها، ترتیب دفترچه رو به هیچ عنوان تغییر ندید، ترتیب دفترچه رو به هیچ عنوان تغییر ندید. و ادبیات چون درس اول دفترچه شماست، بسیار بسیار استراتژیک واسه شما. خوب دقت کن، خیلی باید حواست به ادبیات باشه، به خصوص لغت، املا و تاریخ. خوب دقت کن اینجا رو. ما دوباره پنجشنبه اون اختصاص پیدا میکنه به چی؟ پنجشنبه ما اختصاص پیدا میکنه به بررسی کنکورهای 1401. و این بررسی باز تاکید میکنم نباید به شما استرس بدهد، نباید به شما استرس بدهد. خوب دقت کن اینجا رو، خوب توجه کن اینجا رو.
روز چهارشنبه لغت املا تاریخ 10 11 12. روز سه‌شنبه بار آخر لغت املا تاریخ 10 11 12. اوکی، دقت کن اینجا رو. روز دوشنبه لغت املا تاریخ 12، لغت املا تاریخ 11، لغت املا تاریخ 10. خوب دقت کن. به علاوه آرایه، به علاوه قرابت، به علاوه دستور. بیا اینجا. لغت املا تاریخ 12، اینا اجباریه واسه همه ها. لغت املا تاریخ 11، در هر سطحی که هستی اینا واسهت اجباریه. لغت املا تاریخ 12، لغت املا تاریخ 11، لغت املا تاریخ 10. قرابت، آرایه، دستور. دوستان من، این قرمز رنگی که من اینجا نوشتم در هر لولی که هستی، در هر سطحی که هستی، بسیار 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 اجباریه. یعنی برای تک تکتون این موضوع شدیداً اجباره و دوست دارم تک تکتون اینو دقیق رعایت بکنید. آقا پنجشنبه که بررسی کنکور 1401، چهارشنبه لغت املا تاریخ 10 11 12 رو واسه بار آخر میخونی، ماکزیموم 2 ساعت. اینجا میخونی، اینم ماکزیموم 3 ساعت. ماکزیموم 3 ساعت. لغت املا تاریخ به علاوه دستور ماکزیموم 2 ساعت و نیم. این ماکسیمومه ها. قرابت ماکسیموم 2 ساعت و نیم. آرایه ماکسیموم 2 ساعت و نیم. اینجا چقدر؟ ماکسیموم 3 ساعت. آقا این دروس عمومی تو هفته های پایانی خیلی مهمه. تو 2 هفته پایانی ها خیلی مهمه بچه ها. اینا ماکسیمومه ها. ممکنه ما شما کمتر طول بکشه. بعضیا ممکنه الان بیان ماکسیموم ها رو با هم جمع کنن بگن خیلی زیاد شد. ببین تو در همه درسات که نیاز به ماکسیموم نداری. ممکنه بعضی درسات قوی باشه اصلا نیازمند این داستان نشی. پس نگاه کن، یک شنبه لغت املا تاریخ 10، دو شنبه لغت املا تاریخ 11، سه شنبه لغت املا تاریخ 12، چهار شنبه دوباره 10 علاوه قرابت، 11 علاوه آرایه، 12 علاوه دستور. شنبه دوباره همین داستان تکرار میشه. ببین ادبیات من تو 2 هفته آخر خیلی زیاد گذاشتم، اما چون ادبیات اگه اولی خراب بشه تو ممکنه عربی دینی هم حالتو خراب بکنه به واسطه اون خرابی اون ادبیاته. آیا همایش کمک هم میکنه؟ در دروس عمومی همایش به شدت میتونه شما رو کمک بکنه اگر نیازمندش باشی. آقا برم یا نرم دست خودته. همایش دقت کن میتونه کمک بکنه به کسی که ضعیفه، به کسی که متوسطه. ولی خودت هم باید حواست به این داستان باشه دیگه. یه دفعه طرف میره مثلا 9 تا همایش مینویسه، خب تو کی میخوای دوره‌هاتو انجام بدی؟ این دیگه استراتژیش دست خودته. اینی که خودت بهتر از هر کسی خودتو میشناسی. دقت کردی مثلا با رتبه برتر رو صحبت میشیم که من خودم از بقیه بهتر میشناختم. این تو 2 هفته آخرم من این اجازه رو به خودم نمیدم، چون ارزش زمان خیلی خیلی فراتر از طلاه. بتونم به تو توصیه بکنم، من بهت یه چیزی رو تأکید بکنم که حتما برو یا حتما نرو. پس اینو میسپرم دست خودت. همایش نیاز داری برو، ضعیفی حتما برو، متوسط و قوی برمیگرده به خودت که ببینی آیا با توجه به شناختی که از خودت داری آیا نیازمنده، آیا بهت کمک میکنه. اگر بهت کمک میکنه سعی کن بری. پس دروس عمومی، ادبیات، عربی، دینی و زبان رو با هم صحبت کردیم. اینجا لغت املا تاریخ 10 خونده میشه. آیا نیاز من کنکور هارم بزنم؟ حالا داوطلبانه قدر ما ممکنه تو این هفته هم باز دارن آزمون جامعه میزنن. پس ما آخرین آزمون جامعه که میزنیم چه روزیه؟ آخرین آزمون جامعه که میزنیم روز شنبه است. خب آقا اینا رو وقت نمیشه. مسلما توی که قوی این هفته هم میخوای آزمون جامعه بزنی دیگه اون ماکسیمم زمانه 3 ساعت نیست، ممکنه خیلی 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 کمتر هم باشه. پس لطفاً به این موضوع شدیداً توجه کن و شدیداً دقت کن بهش.
شدیداً توجه کن و شدیداً دقت کن بهش که چی داری از آب در میاری، چه اتفاقی رو داری میسازی. اینو دوست دارم دقت بکنی و اینو دوست دارم واقعاً همه جوره بهش توجه بکن. اینو دریاب. پس این شد برنامه ما برای دروس عمومی در دو هفته پایانی، که هفته اول اونایی که ضعیف و متوسطن وارد فاز خوندن میشن، ولی خب این قرمزا همه باید بخونن. ببین تو ادبیات همه گیره، تو ادبیات این داستان همه گیره. اونایی که خیلی ضعیفن که دیگه ادبیاتو بسپرن به همایش تو قرابت و آرای و دستور، چون اگه تو قرابت آرای دستور ضعیفی عملا با خوندن خودت تو دو هفته آخر اتفاقی نمیفته، اونو باید بسپری به همایش واسون دسته ضعیفا. ولی حتما دروس عمومی الان به اتمام رسید، توضیحش حتما شما موظفی تو این مدت غلط زده ها و نزده ها و نکات تحلیل آزمون تو که این همه مدت نوشتی از عید به بعد، داوطلبین قدر و داوطلبین متوسط تقریبا از اول اردیبهشت به بعد داری آزمون ها رو میزنی، نکات تمام تستایی که زدی، تمام آزمون هایی که زدی حداقل باید یه دور مرور بشه و تمام غلط زده نزده ها باید در خلال این کارها اجرا بشه. به این موضوع لطفا توجه کن و لطفا دقت کن که اتفاق خوبی برات ساخته بشه تو این زمینه. پس دروس عمومی ما پروندهش بسته شد، دروس عمومی ما پروندهش بسته شد، کاری که گفتم انجام بده. تمام شاگردهای من توصیه میکنم این کار رو 100% دقیق درست و اصولی و حساب شده انجام بدید. شما اگر دفترچه اول عمومی رو خوب سپری بکنید، یه آرامش خاطری پیدا میکنی، یه حس خوبی پیدا میکنی، یه انرژی خوبی پیدا میکنی و در ادامه خیلی آزمون در دروس تخصصی واسه جذابتر و عالی‌تر جلو میره. پس اینو لطفا بهش توجه داشته باش. چطا همچنان نمیشه باز کنیم؟ نه میشه باز کرد. بچه ها عمومی چطور بود برنامه؟ ببین همه رو شامل شد، همه رو قرار داده، فقط اینجا برای من نیومده. نمیم بر کلیک کنم الان. خب بچه ها راجع به زمین شناسی خیلی میپرسید، خیلی سوال، آقا زمین شناسی چیکار کنم؟ زمین شناسی تنها کاری که باید انجام بدی همایش زمین شناسی آقای دکتر چلاجو رو ببین و جزوهش رو بخون. قطعا و یقینا با همون یکی دو بار خوندنش بین عدد 25 تا 37 خواهی زد و همین برای داوطلب تجربی کفایت میکنه. اگر احساس میکنی رتبه کنکور زیر 10000 میاد، خب امروز در دو هفته مانده به کنکور، اگر احساس میکنی رتبه کنکور زیر 10000 میاد، من به توصیه میکنم حتما 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 زمین شناسی همایش در واقع زمین شناسی دکتر چلاجو رو ببینی. اگه احساس کنی زیر 10000، اگه 20000 فرقی به حالت نمیکنه خیلی، چون تو رتبت اثری نداره. اگر زیر 10000، آقا من اصلا دارو نمیخوام، باشه عزیزم قربونت برم، دارو نمیخوای، هیچ ایرادی نداره، حتی اگرم دارو نمیخوای تو این زمینه رو بزن. آقا چند دقیقه وقت اختصاص بدیم؟ بین 5 الی 10 دقیقه از تایم کنکورت باید اختصاص پیدا کنه به زمین شناسی، که من توصیه اینه حتما زمین رو زیر 10000 بزنه. چون یه وقتی تو داروسازی شهید بهشتی قبول میشی، مثلا پزشکی بم قبول میشی، بین این دو راهی میمونی که دارو بهشتی برم بهتره، با اینکه تو قبلا میگفتی مثلا دارو حالم به هم میخوره، ولی وقتی انتخاب رشته که میرسه تو یه جورایی بعضی چیزها رو ترجیح میدی، مثلا داروی شهید بهشتی رو به پزشکی بم ترجیح میدی. بارسا ما داوطلب داشتیم پزشکی آزاد شاهرود و داروسازی دانشگاه تهران، به واسطه 38% زمین شناسی زدن و رفت داروسازی دانشگاه تهران. پس اینو لطفاً
بهش توجه داشته باش و لطفاً بهش دقت بکن حتماً، چون میتونه واسط اتفاقای خوبی رو رقم بزنه و به نتایج خوبی کارتو برسونه. پس برای زمین شناسی خودت دست به کار نشو و خودت سراغ کتاب نرو، فقط همایش زمین شناسی دکتر چلاجو رو ببین و جزوهشو همونو بخون که کفایت میکنه. اینو در نظر داشته باش. اینو نه تو تلگرام نمیفرستم، همینجا هست، میتونی فایلشو اسکرین شات بگیری و داشته باشی. راجع به مطالب اینجا دیگه تو تلگرام لطفا با هم صحبتی نکنیم و تو تایم مشاوره حضوری هم با هم صحبت نکنیم، چون دیگه خیلی حجمه. انسانی هم میگم، صبوری بکنید، همه رو میگم. خب چطور ببن یه دقیقه، ما از الان تا جمعه رو فرصت داریم. خوب دقت کن، خوب دقت کنید بچه ها. آقا من اول رشته ریاضی رو بگم، خوب دقت کن. رشته ریاضی تو این هفته این سه روز رو چیزی نمیخوایم جز زعفا. زعفا نگاه کن، زعفا شیمی 10 دو روز، شیمی 11 دو روز، شیمی 12 دو روز. اینجا رو میذاریم ضعیفترین شیمی. این فقط واسه زعفاسا. فیزیک 10 دو روز. آقا مطلب جدید بخونیم. اگر جدید میخوای چیزی بخونی، جدید آسون، جدیدی که باهاش مشکل داری سمتش نرو، چون جدیدی که باهاش مشکل داری فقط باعث میشه تو این دو هفته آخر استرس بهت وارد بشه. اینجام ضعیفترین فیزیک. این هفته اول برای این هفته اول برای داوطلبین رشته ریاضی و تجربی، اونایی که خیلی ضعیفن، دقت کن. دو مپس مرور 12 مپس. اون دسته از داوطلبین، که خیلی ضعیفن، روزی دو مپس رو دوره میکنن. مثلا مثال بزنم، این دو مپس میتونه اینجا باشه ماتریس به علاوه لوگاریتم. تو روز بعدی ممکنه باشه نظریه اعداد به علاوه معادلات. تو روز بعدی مثلا میتونه باشه مقاطع به علاوه مثلثات. تو روز بعدی میتونه باشه تابع به علاوه آمار آمار مثلا. تو روز بعدی میتونه باشه مثلا حد و مشتق. مثاله ها بچه، این مثاله ها، دقت کنید، مثاله، قرار نیست این اتفاق بیفته. تو روز بعدی مثلا میتونه باشه احتمال به علاوه مثلا ترکیبیات. خودت چند تا که واسط ساده تره بچه ها، از من آقا چی رو بخونیم چی رو حذف کنیم. ببین من اگه یه چیزی رو بهت بگم سخت باشه هیچ کمکی بهت نمی کنه. ببین کدوم مبحث داوطلبین ضعیف، ببین کدوم مبحث ها برای ساده تره. آقا معیار چی باشه؟ مسلما اگر نکته و تست رفتی جزوه نکته و تست، اگر همایش رفتی جزوه همایش، اگر نه کلاس طی سال رفتی جزوه طی سالت. اینجا مرور 12 مبحث، یعنی این 12 تایی که خوندی روز آخرش میای چیکار میکنی؟ همه رو یک طور کامل صفر تا صد
مرور میکنی. این کاریه که شما باید انجام بدی و این کاریه که واقعا واسه نتیجه خوب و نتیجه مطلوب میتونه داشته باشه در درس ریاضیات رشته ریاضی. اینجام که مورد 12 پسه، پس کار شما کاملا مشخص شد که در این هفته باید چی کار بکنی. اگر مثلا آقا من شیمیدم محلول میلنگم، میلنگی و ضعیفی تو هفته آخر بیای وقت بذاریش و تا اعصاب روانت خورد میشه، استرس میده، بقیه هم خراب میکنه. چیزی که خیلی ضعیفی توش و حس میکنی ممکن تو این دو هفته هم بد طرف نشه، دیگه روش وقت نذار. یعنی تو دو هفته پایین بیشتر رو داشته هات تمرکز کن تا رو نداشته هات. خب آقا اگر ما داوطلب قوی هستیم تو این هفته چیکار کنیم؟ اگر داوطلب قوی هستی تو این هفته آخر، یعنی از 28 فردا تا 3 چیکار کن؟ هر روز یه دونه آزمون جامعه بزن. آقا از چی بزنم؟ آزمون جامعه های مؤسسات رو بزن. قلمچی که برگزار شد امروز، سنجشی که امروز برگزار شد، گاجی که امروز برگزار شد، گزینه 2 که امروز برگزار شد و سایر آزمون‌های مؤسسات که داره برگزار میشه. به علاوه اینکه اینا هفته قبل جمعه هم همشون آزمون گرفتن، اونا رو هم میتونی بزنی. اگر 99 و 1400 داخل و خارج رو نزدی، 99 و 1400 داخل و خارج هم اتفاقا آزمون‌های بسیار مهمیه واسه این مدت زدن. یه نفر دیگه نه، میگه آقا من تا الان آزمون زدم، خب آقا من چیکار کنم؟ شما میتونی بیای وقت بذاری رو غلط زده‌ها و نزده‌هایی که تا اینجا زدی. یعنی مثلا هر روز 3 آزمون تو انتخاب بکنی، غلط زدن ازش رو بزنی. مثلا داوطلب میگه آقا من کنکورهای 96 تا 1400 رو زدم ولی درصدا مثلا بوده 20-30%، من چیکار بکنم؟ شما میتونید مثلا نگاه کن اینجا رو، داوطلبی که مثلا متوسط درصداش ولی ضعیف بوده، میتونه شنبه 96 داخل خارج، یک شنبه 97 داخل خارج، دو شنبه 98، سه شنبه 99، چهار شنبه 1400، دوباره پنج شنبه یه دور دیگه مثلا 96 97 98، جمعه دوباره مثلا 99400 دوباره بزنه. پس ببین اونایی که کنکوراشونو زدن و کنکوراشونو ضعیف زدن میتونن تو این هفته روزی 2 آزمون غلط زده نزده هاشو بزنن. اونایی که نه، مثلا کنکورا رو زدن، دیمرگ هم زدن کامل، چیکار بکنن؟ مثلا شنبه یه شنبه غلط زده نزده کنکوراشونو بزنن، دو شنبه سه شنبه غلط زده نزده دیمرگاشونو بزنن، چهار شنبه پنج شنبه غلط زده نزده مثلا آزمون‌های مؤسساتو بزنن. پس اگر تو هنوز به غلط زده نزده های آزمون‌های قبلیت کاملا مسلط نیستی، توصیه من اینه که اول بری غلط زده نزده های آزمون‌های قبلیتو مسلط بشی، اوکی بشی، قدرتمند بشی، دیگه وارد آزمون جامعه نشدی اتفاق نمیفته. ما اول که می‌خواستیم وارد پروسه آزمون جامعه بشیم گفتیم آقا 50 تا بزن. خب الان طرف میگه آقا من 30 تا زدم، استرسم ایرادی نداره عزیزم، ولی یه کاری کن اون 30 تایی که زدی انقدر غلط زده نزداشو مسلط بشه که کاملا واسط جا بیفته و کاملا و 100% بهشون مسلط بشی. پس این رو لطفا بهش توجه کن و این مسئله لطفا بهش دقت شدید داشته باش. موضوعی که متاسفانه خیلی ها ازش به شدت غافلن. پس این قضیه لطفا شدیداً به شدت جدیش بگیر که بتونه نتیجه به شدت جذابی برات داشته باشه. پس داوطلبی رشته ریاضی ما این هفته کارشون مشخص شد. حالا این هفته اختیاریه، تو این هفته از 28 تا 3 اختیاریه. یه نفر که نیاز به متوسطه میتونه تو این هفته در واقع نیاز به دوره نداره، دوره هاشو بنداز واسه هفته آخر. بعضیا که بهشون میگی دوره بکن، متاسفانه تو دوره ها وقت تلف میکنن. گله‌مندی خیلی از خانواده ها الان تو این بازه زمانی که آقا بچه ما وقت تلف میکنه، دوست عزیز واقعا تو این دو هفته هر چی داری باید بذاری. آقا استرس دارم چیکار کنم؟ گوش کن اینجا رو، گوش کن اینجا رو، مشکل خیلی هستا، استرس داری، استرس هم خیلی زیاده، چیکار کنم؟ من قبلا گفتم برو روانپزشک، الان دیگه روانپزشکم کارساز نیست. استرس خیلی زیاده، یه پارت بعد از بیدار شدن از خواب، یه پارت قبل از نهار، یه پارت قبل از خواب، به مدت نیم ساعت برو بودو پیاده روی نه، بودو ورزش نه، بودو یه بار قبل از آغاز روزت، یعنی صبحو که بیدار شدی صبحانه رو قبل صبحانه برو نیم ساعت، یه بار قبل از نهار، یه بارم آخر شب قبل از خواب. پدر مادر میخواین همراهی کنید، میخواید کمکش کنید، با خودش برید، هم به سلامتی خودتون کمک کنید، هم استرس بچه‌تون اومده پایین. نیم ساعت بودو تندم بودو، جوری که قلبت از قفسه سینه‌ت خارج بشه، جوری که عرق بریزی، جوری که ضربان قلبت بره بالا. این 3 تا نیم ساعت معجزه استرس تو این دو هفته است. 99% از شمایی که الان دارید صدا و تصویر من می‌بینید این کارو قطعاً و یقیناً و 100% انجام نخواهید داد. این مثل روز برام روشنه. ولی بلدید بیاید پیام بدید استاد استرس دارم چیکار کنم؟ بلدی بری به پدر مادر یه گوشه بشه بگی من استرس دارم چیکار کنم؟ ولی این کارا رو انجام ندید. راهش اینه. آقا آخه 3 تا نیم ساعتمون تلف میشه. بذار تلف شه.
تلف نمیشه، سرمایه گذاری میشه. لااقل اون 11 12 ساعت باقی مونده تو با کیفیت درس میخونی، با تمرکز درس میخونی، با انرژی درس میخونی، با حال خوب درس میخونی. حتی نیم ساعت جواب نگرفتی، نیم ساعت رو بکن 45 دقیقه. آقا 3 تا 45 دقیقه 2 ساعت رو در میاد، وقتمون تلف میشه. نه، شما همین الان نگاه کنی 8 ساعت دارید، 13 ساعت به قول خودت پشت میزی، 5 ساعتش هم مفید نیست، شما همش تو فکر و خیالی. آقا استرسمون متوسطه، چیکار کنیم؟ همین 3 تا پارتو برو 3 تا 20 دقیقه. آقا استرسمون کمه، چیکار کنیم؟ 2 تارتشو برو، یه دونه قبل نهارشو برو، یه دونه آخر شبشو برو، یه دونه اول صبحشو برو، یه آخر شبشو برو. ولی در هر حالت حتما این دویدن تو کارت باشه. به شدت از نظر متخصصین این کار میتونه بهت کمک بکنه و سطح استرس و سطح نگرانی تو رو پایین بیاره. یه چیزی هم دقت کن، استرس هم تو این روزا میتونه یه موضوع کاملا طبیعی باشه. خیلی این موضوع دارن، خیلی این مشکل دارن، خیلی این مسئله دارن، پس چیز عجیب و غریبی نیست. پس به این موضوع لطفاً توجه کن، لطفاً دقت کن که بتونیم ازش نتیجه داشته باشیم که قطعاً و یقیناً میتونه واسه ما مثمر ثمر باشه، قطعاً و یقیناً میتونه واسه ما کمک کننده باشه که اگر به این موضوع دقت و توجه داشته باشی. این پس کاریه که ما باید انجام بدیم. گرفتی چی شد؟ اینو دریاب پس لطفاً و بهش توجه کن. حالا آقا هفته آخر چی میشه؟ این هفته آخره ها واسه رشته ریاضی، هفته آخره واسه رشته ریاضی دقت کن، شیمی حفظیات، شیمی مسائل، شیمی حفظیات، شیمی 12، شیمی 10 و 11، ماکزیموم 3 ساعت اختصاص میدی. روز چهارشنبه که قبل کنکورت فقط حفظیات، روز سه شنبه شیمی مسائل، روز دوشنبه شیمی حفظیات، یک شنبه شیمی 12، شنبه شیمی 10 و 11. حالا تا الان که بحث شیمی شد، من شیمی رشته تجربی هم بگم. فرقش اینه که دوباره رشته تجربی پنجشنبه فقط تجربی ها، دوباره مرور حفظیات دارن. پس فرق شیمی تجربی با شیمی ریاضی در این شد. پس بچه ها عملا، بچه های رشته ریاضی هم برای فیزیک و شیمی ضعفا، اونایی که عقبا میتونن این کار رو انجام دن. آیا همایش کمک میکنه؟ آره میتونه کمک بکنه. اگه ضعیف و متوسطی یا قوی میخوای اعتماد به نفس بگیری، به قوی در زمینه اعتماد به نفس کمک میکنه، به ضعیف و متوسط در زمینه در واقع اینکه خب خیلی چیزا رو بلد نیست دیگه، بعد بالاخره بری چیزا رو یاد بگیره دیگه. آقا یاد گرفتن میشه تو دو سه روز، بالاخره چیزی حفظ کنی بری دیگه، بهتر از اینه که بشینی در دیوار نگاه کنی. که اینو خوب دقت کن. خب این شد پس شیمی 10 و 11 ما، تو 10 11 12 ما تو هفته پایانی واسه همه داوطلبا. خوب دقت کن اینجا رو، فیزیکم من بنویسم اینجا، فیزیک 10 11 12 بار آخر، اینجا فیزیک 12، این دیگه اجباری واسه همه است، فیزیک 11، فیزیک 10، ماکزیمومش هم 2.5 ساعته، چه رشته ریاضی چه رشته تجربی. فقط مروره. آقا این مروره چی باشه؟ میتونه مورد جزوه نکته و تست باشه، میتونه مورد جزوه سال باشه، میتونه واسه اونایی که درست دفتر تحلیل آزمون تشکیل دادن و رو غلط زدن عددهاشون وقت گذاشتن و نکاتشون نوشتن، نکات 10، 11، 12 این آزمونایی باشه که زدن. شنبه 10مشو بررسی می‌کنه، یا یک شنبه 11، دو شنبه 12، سه شنبه دوباره یه دور دیگه 10 11 12. ببین اینا یه دور دیگه است، نه این نصفش اینجا، نصفش اینجا، یه بار کلش اینجا، دوباره یه بار کلش اینجا. یعنی عملا میشه چقدر؟ این میشه، نگاه کن اینجا رو، عملا این داستان میشه بار 1
این میشه بار دو، این میشه بار سه. حالا بعضی هستم که ما فرمولای دو. آقا ما رشته تجربی ها پنجشنبه واسه ریاضی فیزیک کار نکنیم، نه پنجشنبه شما همون وقت کنید، زیست و تفسیرات شیمی و دینی و لغت های ادبیات زبان و دورکاری کار بزرگی کردید، دیگه نمیخواد رو اون را وقت بذارید. پس این هم شد فرایند ما در درس فیزیک، چه رشته ریاضی چه رشته تجربی. حالا در درس ریاضی چی میشه؟ در درس ریاضی تو هفته پایانی ما چی کار بکنیم بهتره؟ در درس ریاضی خوب دقت کن، سه قسمت میکنی، چون ریاضی قابل تفکیک نیستی که به ده و یازده و دوازده، نگاه کن مباحثی که میخوای تو کنکور پاسخ بدی، شنبه یک سومش، یک شنبه یک سومش، دو شنبه یک سومش، سه شنبه یه دور مرور کلش، یه نگاه کن اینم میشه الان بار یک، این میشه بار دو، اینم میشه بار سه. بچه های هم ریاضی و هم تجربی این کارو بکنن. آقا بچه های تجربی چی کار بکنن؟ آقا بچه های تجربی هم اینجا نگاه کن، ما گذاشتیم دو مبحث دو مبحث، اینا مثال بود دیگه، اینا مثال بود، دو چهار شیش هشت ده دوازده، دوازده تا مبحث داری، دوازده تا رو خودش کن بخون. بعضی از مبحثات هم جزئیه، میتونی مثلا دو تاشو به عنوان در واقع یه مبحث در نظر بگیری. پس این کارم میتونه برات اثر بسیار بسیار خوب مثبت و درجه یکی داشته باشه. این کاریه که شما باید انجام بدید، این کاریه که باید انجام بدید. و اما زیست انسانی هم میریم سراغش، سب کنید بچه ها. و اما زیست، بچه ها توجه بفرمایید، خیلی زیست و دقیق دقت کنید. بچه ها زیست رو خیلی دقت کنید، تو دو هفته آخر خیلی اهمیت داره چی کار میکنی. پنجشنبه رو نگاه کن، پنجشنبه ده و یازده و دوازده، این کار پنجشنبه ته. چهارشنبه ده و یازده و دوازده، خوب دقت کن. سهشنبه گیاهی، دوشنبه دوازده، یکشنبه یازده، شنبه ده، خوب دقت کن. شنبه دهم یک تا پنج، یک شنبه یازدهم یک تا پنج، دوشنبه دوازدهم یک تا چهار، سه شنبه دهم شش و هفت، به علاوه یازدهم هشت و نه، چهارشنبه یازدهم شش و هفت، به علاوه دوازدهم یک تا چهار، پنجشنبه دوازدهم پنج تا هشت، جمعه گیاهی به علاوه جانوری. نگاه کن اینجا رو، این دیگه مروره شروع بشه ها. همه بچه ها چه برنامه دادم، حضوری بودی چه آنلاین بودی، این از این از فردا بعد دیگه برنامه رو ولش کن، اینو برو جلو اگه میتونی، اگه نه که تو پی پی من بگو شخصی سازی کنم. اگه حضوری بودی که اومدی بهت میگم چیکار کنی. نگاه کن اینجا رو، شنبه دهم یک تا پنج، یک شنبه یازدهم یک تا پنج،
دوشنبه 12 1 تا 4، سه شنبه 10 6 و 7 به علاوه 11 8 و 9، چهارشنبه 11 6 و 7 به علاوه دوباره 12 1 تا 4، پنج شنبه 12 5 تا 8، جمعه گیاهی به علاوه جانوری، شنبه کل 10، یک شنبه کل 11، دوشنبه کل 12، سه شنبه کل گیاهی، چهارشنبه 10 11 12، پنج شنبه 10 11 12. این میشه بار 1، این میشه بار 2. آقا چند دور من عملا خوندم اینا رو؟ چند دور عملا خوندم؟ نگاه کن اینجا رو، الان تقریبا شما یک دور اینجا میخونی، دو دور، سه دور، چهار دور، یعنی چهار دور باید نگاه کن، این یه دور، یک دور، اون وقت تازه گیاهی جانوری شد دو دور خوندی، یا این یه دور، این یک دور، اینم یک دور، من دور اینا بکشم، این یه دور، اینجا یه دور، اینجا یه دور، اینجا هم یک دور، یه دور اینجا، یه دور اینجا، یه دور اینجا، یه دورم اینجا. زیست چه داوطلب قوی هستی، چه داوطلب ضعیف هستی، چه متوسط هستی، این کار باید انجام بدی. حالا داوطلبین قوی ما در کنار اینکه دارن زیست رو دوره میکنن، عملا دارن چیکار انجام میدن؟ دارن آزمون جامعش نمیزنن. ضعیفا ممکنه مثلا این زمانهای مطالعه زیست زیاد وقت بگیره، برای قوی ها کمتر وقت بگیره. ماکسیموم چقدر باشه؟ ماکسیموم تایمی که شما باید به اختصاص بدی به زیست باید 4 ساعت باشه ماکسیموم. یه نفرم که تو 2 ساعت 2 ساعت میام جمع کنه، منبع چی باشه؟ جزوه همایش یا جزوه نکته تست یا جزوه تیسال؟ و از هر چیزی مهمتر نکات تحلیل آزمونات، آزمون هایی که زدی و حل مکرر غلط زده ها و نزده ها باید به شدت به شدت به شدت جدی گرفته بشه. این کاری که باید انجام بدی. و اما دروس انسانی، خوب دقت کن اینجا رو، تو انسانی هم واسه ما تو دو هفته آخر خیلی قضیه ملاکه ها، بچه ها توجه داشته باشید. فکر کنم تنها مشاوری باشم که به انسانی هم خوب توجه میکنیم. خب این شنبه، این یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه. خوب دقت کن انسانی ها، خوب دقت کن. دهم یک دوم، دهم یک دوم، یازدهم یک دوم، یازدهم یک دوم، دوازدهم یک دوم، دوازدهم یک دوم. جمعه ضعیفترین پایه، یعنی مثلا بین اون سه تا ببین کدوم از بقیه ضعیفتری. شنبه دهم، یک شنبه یازدهم، دو شنبه دوازدهم، سه شنبه ده یازده دوازده دور یک، چهار شنبه ده یازده دوازده دور دو. مثال دارم میگم، مثلا جامعه شناسی دو روز دهم، دو روز یازدهم، دو روز دوازدهم. جمعه ببین بین این سه تا کدومو ضعیف داری. شنبه دوباره دهم، یک شنبه دوباره یازده، دو شنبه. این چهار دور عملا خوندی. بچه‌ها یه موقع نیاد مثلا تو این دو روز دهم نصف دهم خونده بشه اینجا ما بقیشا. اینجا باید یک دور کامل در هر قسمت از برنامه که من نوشتم باید دور کامل خونده بشه. و آقا رو کجاها وقت بذاریم؟ رو اونایی که بالاخره بر اساس کنکورهایی که زدی فهمیدی مهمتره، بر اساس آزمونایی که زدی دیدی مهمتره، بر اساس نکته و تستات دیدی استادت بیشتر بهش توجه میکنه، رو اونا وقت بذار. یه اتفاق و نگرانی که واسه خیلیا تو دو هفته آخر هست، میخوان همه چی رو با هم بخونن. خب عزیز من اولویت بندی باید بکنی، ببینی کدوم واسط مهمتره، کدوم واسط حیاتی تره، کدوم واسط جذاب تره، استادت در نکته و تست و همایش کدوم رو بهش بیشتر توجه کرد. لزومی نداره تو بخوای از بی بسم الله تا نون زالین همه رو بخوای بخونی، این به تو استرس میده. حتی داوطلبای خیلی قوی هم ممکنه همه رو وقت نکنن بخونن. آقا من کتاب مجازمون گرفتم نصفش موند، آقا من تکالیف نکته تستم نصفش موند، آقا من کتاب مثلا کنکوریومو گرفتم 4 تاش موند، من دیمرگ گرفتم 5 تاش موند. استرس نده به خودت با مونده ها،
بالاخره اوضاع امروز اینه. ما میخوایم تو این دو هفته آخر مثلا اگه قرار من 10,000 بیارم، 10,000 هم تو دو هفته آخر بشه مثلا 6,000، بشه مثلا 5,000. آقا 5,000 اصلا به درد من نمیخوره، من پزشکی دندون دارو نمیارم. 5,000 بهتره یا 10,000؟ قطعا و یقینم 5,000 از 10,000 بهتره. کمال گرایی تو این دو هفته آخر میزنه نابودت میکنه، میزنه میتره کنه تو رو. طرف رفته مثلا آزمون میزنه، مثلا رفته 1400 داخل گذاشته، جلوش 20% زده. خب باشه 20% زدی، بعد بپذیری آقا وضعیت من امروز 20%ه، یه کاری کنم لااقل تو دو هفته آخر چرت من بگم 20% میشه 70%، نمیشه. ولی 20% میتونه 35% بشه که، و 35 بهتری یا 20. آقا جفتش به کار من نمیاد. بابا تو اگه الان داری تصویر منو میبینی، پس تو آدمی هستی میخوای امسال موفق بشی هر جور شده. آقا نه نشدی، مگه دنیا به آخر میرسه؟ یه فاز منفی که خیلیاتون فکر می‌کنید پایان ماجراست. واسه بعضیا که 2 سال 3 سال وایسن، دیدن آقا هر سال وامیستن تغییری نمی‌کنن، آره واسه اونها پایان ماجراست. چرا؟ چون آدما 10 سال دیگه هم به اونها اتفاقی نمی‌افته. ولی اگه تو در خودت میبینی که یه سالی اتفاق واسه، الان بهش فکر نکن، الان فقط در راستای این باش. حتی اگرم مطمئنی میمونی سال بعد، لاغر آبرومندانه بمونی سال بعد، لاغر با رتبه بهتر بمونی سال بعد. اگر تو امروز خودت حدس بزنی که 10,000 میشی، 10,000 میتونی 5,000 کنی. اگه 8,000 میشی، 8,000 میتونی 3,000 کنی. یه زمینم بزنی، شاید یه فرجی شد 2,000 شد، 1,500 شد. لطفاً دریاب این موضوع رو. خیلی دارن از این ضربه میخورن. من داوطلب دارم، مثلا الان نگاش میکنی رتبش میشه 400، با استرس دو هفته آخر 400 رو میکنه یهو 3,000. 400 میشه 3,000، چند برابر شده؟ 7 برابر. اگه تو قرار باشه امروز 2,000 بشی، 7 برابر بیشترش میشه چقدر؟ 14,000. یه دختر چند روز پیش اومده بود دفتر مشاوره حضوری بود، گفت آقا من احساس میکنم قبول نمیشم، درسته که من یقین دارم رتبش 500-600 میشه. خب این با این باور که من قبول نمیشم که 500-600 یهو بشه 4,000 و نشه واقعا. ببین تو دو هفته آخر استرس خیلی موزله، متاسفانه آزاردهنده ایه، متاسفانه موزل آزاردهنده ایه. و سعی کن ارتباطتو با دوستات، همکلاسیات تو دو هفته آخر کلا قطع بکنی، چون اونها هم بهت استرس میدن. سعی کن حتی ارتباطتو با پدر و مادر محدود بکنی. بعضی از الان نشستن دارن به مرده، به قبری که توش مرده نیست فکر میکنن که آقا من جواب پدرم چی بدم، جواب استادم چی بدم، جواب مشاورم چی بدم، جواب خانواده و فامیلام چی بدم. ول کنیم فضا را. الان این دو هفته فقط یه کاری کن، هر چی که کاشی رو بتونی برداشت کنی و نری سر جلسه کنکور. خوب گوش کن، نری سر جلسه کنکور، سوالو ببینی. فارغ التحصیلا خوب حرف منو میفهمن، سوالو میبینه، مثلا سوال فیزیکو میبینه، میگه اه اینو من قبلا دیده بودم. حالا دیده بوده کجا دیده بوده؟ یا تو کنکورهای 4-5 سال اخیر دیده بوده، یا تو آزمونهای آزمایشی اخیر دیده بوده، یا تو جزوات استادش دیده بوده. ولی هر کاری میتونه نمیتونه حل بکنه، هر کاری میکنه نمیتونه حل بکنه. چرا؟ چون تو دو هفته پایینی خوب رو ایرادات، اشتباهات و غلط زده نزده های سوالای جزوه هاش، سوالات آزموناش وقت نذاشته و همین مسئله نابودش کرد. خیلی بعد دو هفته بعد جمعه چنین ساعتی هلوش ساعت 3 که دیگه یه ذره نرمال شده اوزاد و یه ذره احیا شدی، برگردی وای خیلی هاشو بلد بودم ها، ولی هر کاری کردم حل نشد. فارغ میفهمه من چی میگم، دوازدهمی هنوز نمیفهمه، بعد بره دو هفته بعد میفهمه چیه داستان. آقا تو که تا اینجا شما اومدی با استرس خرابش نکن، لااقل بذار کاری بکنی تو بالاترین سطح خودت نتیجه بگیری، تو بهترین ورژن خودت نتیجه بگیری. تو ببین طرف من خیلی داوطلب داشتم، خیلی داوطلب داشتم که کنکورش رو بررسی کنم، کنکورش بهترین آزمونش شد. خیلی داوطلب داشتم تو دو هفته بعد مثلا قبول بشه 3,000 کرده 1,500. آیا واقعا یه نفر میتونه از 1,500 نفر سبقت بگیره تو دو هفته؟ واقعا نه، سبقت نمیتونه بگیره، ولی اون 1,500 نفر ایستادند و این اومده از کنارشون رد شد. این هم یادت باشه، استرس هیچ ربطی به سطح علمی و توان علمی امروز تو نداره. استرس هیچ ربطی، طرف داوطلب داریم خیلی قدر استرس داره، داوطلب داریم خیلی ضعیف استرس نداره، پس ربطی نداره. و یه دسته از آدمایی که فارغ التحصیلن، پارسال نتیجه نگرفته، دوباره تو این دو هفته آخر افکار پارسال داره بهش حمله میکنه، افکار پارسال مدام داره میاد تو ذهن. عزیز من
آیا تو پارسال به اندازه امسال زحمت کشته بودی؟ آیا تو پارسال به اندازه امسال منطقی تر، اصولی تر، حساب شده تر با برنامه‌ریزی جلو رفته بودی که اون شد؟ اگه نه امسال احساس می‌کنی پارسال بهتر کار انجام دادی تا امسال، اوکی استرس بگیر، چون ممکن نتیجه پارسال دوباره امسال هم تکرار بشه. و اگر نه تو امسال بهتر کار کردی، قوی‌تر کار کردی، بیشتر زحمت کشیدی، بیشتر آزمون زدی، بیشتر تست زدی، بیشتر رو غلط زدن زداد وقت گذاشتی، اصولی‌تر و حساب‌شده‌تر جلو رفتی، نتایج آزمون‌های آزمایشیت بالاتر بوده، دلیل نداره تو الان استرس داشته باشی بخوای پارسال تو با امسالت مقایسه بکنی. ولی یه چیزی رو دقت کن، من اگر وقتی میرم داخل یه خیابون هیچ جنس قیمتی با من همراه هم نباشه استرسی ندارم، ولی یه موقع هست مثلا من یه آیفون تو جیبمه، یه دونه مثلا گردنبند طلا تو گردنمه، یه دونه دستبند طلا انداختم، 5 میلیونم پول نقد تو جیبم گذاشتم، خب مسلما استرس من بیشتره. چرا؟ چون باری که همراه منه سنگین تره، باری که همراه منه ارزشش بیشتره. یه دسته از داوطلبان خوب ما هم، داوطلبان قدر ما هم دقیقاً همینه، کوله پشتشون خیلی پره، عیار چیزهایی که با خودشون جمع کردن خیلی پره، خب مسلما ترسش هم بیشتره. پس طبیعی این ترسه، طبیعی این نگرانیه، طبیعی این استرسه. و لطفاً هم به این موضوع فکر نکن که آقا من فردا جواب پدر رو چی بدم، جواب مادر چی بدم. بابا تو این دو هفته کارتو بکن، زحمت تو بکش، نهایت بعد کنکور 2 روز اعتصاب قضا کن، پدر مادر دیگه نمیخواد جوابشون بده، خودت با اعتصاب قضا جوابشون دادی و اونا اومدن سمتت که آقا سلامتیت مهمتره، بچه‌مونی از خودمونی. تو این دو هفته آخر حرف اطرافیان، عمه خاله دایی عمون پدر بزرگ مادر بزرگ خیلی اثر میذاره. ول کن، ارتباطو قطع کن. اگه آدمهای آزاردهنده ای هستن ول کن، تو حتی بمیری هم بمیری هستن، بمیری هم اینا توی حالا نه بگیم تشییع جنازه، تو مراسم سوم یا پنجم یا هفتمت اون سفره اطعامی که واسط برگزار کردن دارن غذا میخورن و خیرات میکنن، بعد اینا دارن به رنگ نوشابه هاشون فکر میکنن، به جوجه یا کوبیده شون دارن فکر میکنن، به این که در واقع یه بمیری هم همینه. تو من آخرین مجلس ختمی که رفتی رو دقت کن، یادت بیاد آدم ها چجوری دارن غذا میخورن. بابا این اصلا کار ندارن تو رتبت چند میشه. داوطلب داشتیم شهید بهشتی قبول شد، گفتن چرا تهران قبول نشدی عمش. داوطلب داشتیم قبول شده رتبه 2 رقمی بود، گفتن این همه خوندی خب باید میابردی، چیز عجب غریبی نیابردی که. ول کن پس بقیه رو، پدر مادرم نگران جوابشون رو بده، این دفتر خوب درس بخون، بعد کنکور من به راهکار میدم چجوری جوابشون رو بدی. 2 روز اعتصاب قضا کن، 2 روز هم نه، 2 وعده نخور قضا، میان دور و برت میچرخن، دخترم پسرم اهمیت نداره، دست سلامتیت مهمه فلان و نگرانت. پس این دو هفته رو با این افکار خرابش نکن، این دو هفته رو با این افکار خرابش نکن، این دو هفته رو با اینکه من عقبم و فلان، هر چی هستی 50 هزاری دیگه، بعد از 50 هزار آقا 200 هزاری تو اصلا 200 هزاری بابا 200 هزار رو یک کاری کن بشی مثلا 40 هزار واقعا میشه، 200 هزار تو همین دو هفته 40 هزار میشه، نظر آبرو ریزی بشه. تو الان فردا مثلا ول میکنی دو هفته آخر نمیخونی، یهو میاری 140 هزار، 140 هزار تو با هند و چین هم بری کنکور بدی 140 هزار نمیتونی بیاری، ولی با نخوندن تو این دو هفته آخر میزنی 140 هزار، 130 هزار، 80 هزار، 70 هزار، 50 هزار، 60 هزار. بخون بزن اینا تقسیم بر 3 بشه، تقسیم بر 4 بشه، واقعا تو این دو هفته آخر بالغ بر 95% داوطلبا حتی قدرها درس میخونن. پس آقا قدره چجوری رتبه میاره؟ قدره به واسطه گذشته خوبی که داشته رتبه میاره. بعد تازه مثلا رتبه میاره 1200، از نظر تو خیلی خوبه، ولی آدم اگه دو هفته آخر میخونه میورده 300، 4 برابر شده 1200. حالا فرض کن تو 1200 باشی، 4 برابر بیشتر بشه میشه 5000. فرض کن تو 5000 باشی، 4 برابر بیشتر بشه میشه 20000. واقعا این تفاوت ها هستا، واقعا این تفاوت ها هستا. نتیجه قلمچی، نتیجه سندش آزمونه که ده اصلا توجه نکن بهش. آقا تراز به من فلان رو داده، ما خیلی دارم، من داوطلب داشتم تو آزمون آخر قلمچی تراز شده 5700، رفته کنکور شده 2400. چرا؟ چون کنکورش رو خیلی علل قلمچی خیلی بد داده. چرا؟ چون داوطلب حساب قلمچی فوبیا داشته تو سالای قبل. این دلیل برای این است تو بخوای از جز کل نتیجه بگیری. پس روان خودتو به خاطر این اتفاقات خراب نکن و به هم نریز. چطور باز کن؟ جمشید دمت گرم، دمت گرم افزایش تراز داشتی.
دمتون گرم بچه‌ها. بچه‌ها خودتون اسکرین شات بگیرید دیگه، آفلاینش رو میذارن اسکرین شات بگیرید، دستنویس رو میشه رو پنل بزنیم دیگه داداش، دستنویسش هم رو پنل میذارن. خوب کار کنید لطفاً بچه‌ها، این دو هفته آخر خوب کار کنید، واقعاً خوب کار کنید، خوب زحمت بکشید. خیلی ها شل کردن، خیلی ها شل کردن. اونایی که کنکور هنر ثبت نام کردن آیا برن؟ به نظر من نرن، صبحش بشینن یه دوره بکنن، بعد سوالا رو خودشون ببینن، استادای کلاس نواسشون حل بکنن، جذاب‌تره. ما قطعا تو اینستاگرام مراحل بعدی کار رو من بهتون توضیح میدم، ولی یه خواهش دارم، سوالات کنکور رشته ریاضی رو خودتون حل نکنید، بذار استاداتون بیان، استادا حل بکنن، شما به حل اونا نگاه بکنید، چون خودت بری تو فضای حل نابود میشی، نابود میشی. متاسفانه دانش آموزتون نیستم، اما بیشک پلنگترین مشاور ایرانی. دمت گرم داداش، دمت گرم. استادا تو سایت کلاسینا حل میکنن. بچه های اردوی مرگ ما شنبه، فردا بچه ها امتحان نهایی دارن، یک شنبه کارگاه بعدیمونه. ببین ما پارسال 400 با اختلاف تو نتایج ترکوندیم بچه ها. 401 من واقعا به شما نیاز دارم تو این دو هفته آخرا. تعویق نداریم، چرا باید تعویق کنکور داشته باشم؟ این چه سوالیه؟ چرا ذهنتون رو درگیر میکنید؟ واقعا یعنی چی تعویق؟ مگه الان ما کرونا داریم؟ تازه ممکنه ما تعجیل هم داشته باشیم، مثلا میگه آقا اوضاع خوبه بیا یه هفته زودتر کنکور بدید. یعنی چی آخه تعویق ندیم؟ اینا چه سوالیه بچه‌ها؟ نه امسال چرا باید تعویق داشته باشیم؟ نهایی هم دیدید اون قبل دن دو هفته پیش بهتون گفتم، گفتم آقا نهایی همیش خبر نیست. آقا جزوه همایش هایی که شرکت میکنید و یه بار که با استاد داری حل میکنی، دو دورم خودت بعدش حل کن. استاد نمیشه زلزله بیاد کنکور عقب بیفته؟ وای شما چرا فانتزیایی دارید واسه خودتون؟ بذار زودتر تمام شه بره راحت بشی دیگه. دو هفته بعد این موقع تاغباز خوابیدی، داری دیوار و سقف رو نگاه میکنی، حال میکنی. اون وقت میدونی چیه؟ دو هفته بعد نه خواب میچسبه، نه فیلم میچسبه، نه موزیک میچسبه، هیچی دیگه نمیچسبه. دو هفته بعد یه همین مثلا به سرت زده بیای بشیم فرست کلاست 402 رو ببینیم. یادتون هم راحت باشه، تا 401 ها شما کنکورتون ندید، ما فرایند مشاوره 402 ها رو آغاز نمی کنیم. و سلام. 402 هم اگه اینجا نشستی پیام نده آقا کی شروع میکنیم. اول بعد این 401 ما بره کنکور رو ایشالله به ساحل امن خودش برسه، بعد ما با تو شروع کنیم. هی پیام آقا زودتر شروع کنیم، جوگیر بزنه فعلا اشغالتو بکن، فعلا ما رو اشغالتو بکن 402. ما تا 401مون تموم نشه 402 رو آغاز نخواهیم کرد. شاید استوری بریم ثبت نام بکنیم، تبلیغ بکنیم، ولی تا 401مون نرن ما 402 رو آغاز نخواهیم کرد. پیامم ندید که آقا کی شروع میکنیم. نزه همه اول کار یه اتفاق خوبه سال بعد تو رو مثلا من دو هفته آخر ول کنم مثلا 403 رو شروع کنم. پس لطفاً راجع به این موضوع پیام نده کسی. من زیر 1000 میشم، دمت گرم، ایشالله که بشی، پرچم بالا. دوستان عزیز همایش بهتون کمک خواهد کرد اگر احساس نیاز میکنی. با استادت راجع به این مسئله هم فکری کن، ببین نظر استادت چیه. واسه متروپول تعویق نمیندازن نه عزیز من، چرا تعویق میندازن؟ لایو رو تو اینستاگرام خواهم گفت. خواب مهمه تو این دو هفته، خواب در حد 6 ساعت باشه کافیه، بعدش بشین قشنگ بخواب. ولی خواب بچه ها بعضی ها جوگیر میشن، هفته آخر میشنن آزمون میزنن. هفته آخر آزمون نزن، خودتو جسمتو خسته نکن. سه تیر قلمچی ندم، دوست داشتی بده دوست نداشتی نده.
تو دریایی ولی ساحل نداری. ای جان رضا دمت گرم، عاشقتم. ببینم چی کار میکنید دیگه. ایشالله که شلوار پلنگی رو بذارید. دوستمون حرف پلنگ زد، موزیک شلوار پلنگ. آها نمیشه الان، آه جلسه آخرمونه دیگه. نه امروز جلسه آخر نداریم، هفته یه بنداز ببین هفته بعده داریم. مطمئنی؟ هفته بعد من شهاب یخچالیانم. میگن هفته بعدم کارگاه داریم، اگه باشه که من عاشقتونم. هفته بعد چلاجور کدوم مؤسسه؟ چلاجور همین مؤسسه است دیگه. خیلی خوبه. چلاجور همین مؤسسه. دکتر چلاجور تنها استاد زمینشناسی کل تاریخ ایرانه. یه یعنی مثلا یه استاد دیگه تو زمینشناسی نداشتیم هیچ وقت. ببینم چیکار میکنید بچه‌ها، ببینم چیکار میکنید. ان شاء الله عالی و درجه یک پیش میرید. گلادیاتورین دو هفته آخر تلاش میکنید و اون انرژی خوبه رو خواهید گذاشت. دم تک تکتون گرم، دم تک تکتون گرم. ان شاء الله عالی باشید، بتره کنید. تو استوری ها و اینستاگرام دنبال بکنیم و اتفاقای خوبی رو خواهیم را. آقا این سنجش و قلم چی میزن؟ ولش کن، هر چی بوده دیگه رهاش کن، فقط دوره رو شروع کن، کاری که گفتم رو انجام بده. پس چه مشاری حضوری، چه آنلاین، چه هر برنامه هستی، طبق همین جلو بره. آقا تاریخ جغرافی کار نکنیم. اونایی که تو انسانی احساس میکنن زیر هزار میشن، تاریخ جغرافی فقط 12 رو بخونن. اونایی که احساس میکنن نه رتبه بالا 1000 میشه، رو تاریخ جغرافی وقتی نذارن. ببینم چی کار میکنید بچه‌ها. دمتون گرم، خدا نگهدارتون تا روزهای آینده.